İyi akşamlar sevgili Az pehre dostan aziz ve ders emrozuma hoş umedid. Az rabaş edame midim mesela mişe ve makale emrozumun padaş der kar ehsan kerden çist. Ege suali hem daşit mesela mişe mitunid beporsit. Ve sahi konim ki az dahil makale ha az çizay ki yad giriftim cevap bedim. Başlayalım bakalım. Tam kim şey yapıyor bugün? İnsan sen mi yapıyorsun düzenleri? İsa ve çalışmasında padaş der kar ehsankerden çiz. Hakimanım ha goftan eğer Torat ziyadi amuhteyi padaşı bozulgi deryaf mi koni ve mi tavani ruhi sahip khanat hesap koni ki berayet perdaht tahat kert. Demişlerdir. Avot bölüm 221. به همین دلیل است که می‌بینیم باید برای پاداش تلاش کنیم. علاوه بر این دستور خاصی وجود دارد که باید باور کنیم که خالق پاداش ما را خواهد داد. اما در آنجا در فصل یک آنها برعکس می‌گویند. مانند برده‌های نباشید که برای پاداش برا یعنی به کسی که بزرگ است از تو بزرگ است خدمت می‌کنند. برعکس مانند بردگانی باشید که برا خدمت می‌کنند نه برای پاداش. Köleler gibi olun derdi. معلوم است که هر شاخه‌ای می‌خواهد شبیه به ریشه اش باشد. از آنجایی که ریشه ما خالق است، در آرامش کامل است. موجودات زنده نمی‌توانند حرکت واحدی انجام دهند مگر اینکه انسان در حالت استراحت قرار گیرد. در غیر این صورت فرد استراحت را برمی‌گزیند. چنان که در بررسی دسته فیروز نوشته شده است. معلوم است که ماهیت هر شاخه با ریشه آن برابر است. بنابراین هر رفتاری در ریشه مورد رغبت دوست داشتن و حسادت شاخه است. و در هر چیزی که در ریشه نیست، شاخه نیز از آنها فاصله می‌گیرد. مثلا ما دوست داریم استراحت کنیم و آنقدر از حرکت متنفریم که یک حرکت هم انجام نمی‌دهیم مگر اینکه برای استراحت باشد. به عبارت دیگر ما حتی یک حرکت را بدون اینکه بدانیم باعث بهبود استراحت ما می شود انجام نمی دهیم. به این معنی که این استراحت بهبود یافتی که دریافت می کنیم پاداش نامیده می شود. یعنی اگر حرکت باعث شود از استراحت بیشتر لذت ببریم می توانیم حرکت کنیم. در غیر این صورت بی حرکت می مانیم. در تورا درباره پاداش این جمله صریح آمده است. اگر احکام مرا نگه دارید و احکام مرا به جا آورید و به آنها عمل کنید، باران شما را به موقع خواهم داد و زمین میوه خود را خواهد داد. پس چرا حاکمان ما گفتند که بدون پاداش کار کنیم که به آن میگویند بدون پاداش؟ این درست برعکس آنچه در تورا آمده است. همچنین یکی از عقاید اعتقاد به به پاداش و عذاب است. پس چگونه حکمای ما گفتند که باید به شکلی کار کرد
به این شکل کار کرد، نه برای دریافت ثواب. چرا حکیمان ما گفتند مانند برده های باشید که به راه خدمت می کنند نه برای پاداش؟ باید بفهمیم چه می گوید. به نظر می رسد که این هدف با هدف خلقت تفاوت دارد، زیرا هدف از آفرینش نیکی کردن به مخلوقات خود است و از این رو خالق مخلوقات را با ظروف دریافت آفریده است، یعنی میل و اشتیاق برای دریافت لذت و خوشنودی. پس چرا باید از ول لذت و رضایت دست برداریم و سعی کنیم فقط به خالق احسان کنیم، نه اینکه اشتیاق ما به لذت را ارضا کند، زیرا او ما را در چنین فطرتی آفریده است. همچنین چگونه میتوانند بعداً به ما بگویند نه، اگر چه او ما را به گونه‌ای برای دریافت لذت آفریده است، اما استفاده از این ظرف ها به نام اراده دریافت برای خودمان برای حال حاضر ممنوع است. پاسخ این است که یعنی خلاصش به ما میگه که خواست خدا اینه که ما خوشحال باشیم. در تورات چنین نوشته، از طرفی هم استاد ما میگه که نه، نمیتونی به این شکل باشی. میگه که چطور باید باشه؟ یعنی چرا چنین تضادی وجود داره اینجا؟ اینو باید بفهمیم. پاسخ این است که چون همانطور که در بالا گفته شده، هر شاخه ای میخواهد مانند ریشه آن باشد و خالق نیز بخشنده است. از آنجایی که شخص باید آن را برای خود دریافت کند، مسئله شرم است. اصلاحی به نام دریافت برای احسان برای اصلاح شرم وجود دارد. پس برای خودت نیست که بگوییم گرفتن حرام است، نه به خاطر حرام بودنش، بلکه تصحیح است، اصلاح است. تصحیح که میگه اصلاح اینجا، وقتی لذت میبرد شخص هنگام دریافت لذت احساس ناخوش خوشایندی میکند، زیرا بخشنده در زیرا با بخشنده در نابرابری شکل است، انجک حظ با دهنده است. اما اگر به خاطر خوشنود ساختن مافوق لذت ببرد، برابری شکل را با آن به دست می آورد. آنگاه وقتی لذت می برد دو چیز دارد: یک، پس از دریافت لذت از خالق دور نمی شود. دو، وقتی لذت می برد کمبودی احساس نمی کند. به نظر می رسد که نهی از دریافت برای خود به خاطر موجودات مخلوق است، نه به این دلیل که خالق را باید احسان کرد یا دوست داشت. همه چیز فقط برای مخلوقاتی است که از او لذت میبرند و برای کمال لذت است. دو نظام در مورد اصلاح دنیا ساخته شده است: یک، آبیار دکدوشا که در آن فقط حکم دریافت برای احسان وجود دارد. دو، آبیار دتوما که در یعنی نجاست، که در آن پذیرایی برای دریافت وجود دارد. میگه که دو خط وجود داره. بنابراین قبل از تصحیح افعال برای احسان، از آنچه از تو ما رنج برده اند نیز تغذیه میکند. آبیا که میگه آتسیوت بریا یتسرا آسیا، این دنیا ها رو میگه. از کجا میاد غذاش؟ از چیزایی که از آبیا تو ما میاد چیزایی میخوره. الان اکنون میتوانیم بفهمیم که چه میپرسد، یعنی باید به پاداش و عقوبت ایمان داشته باشیم، اما به ما میگویند که برای ثواب کار نکنیم، یعنی بدون انتظار چیزی. پاسخ آن چیزی است که خالق میخواست بدهد، زیرا هدف او این بود نیکی کردن به مخلوقاتش. با این حال اصلاحی وجود داشت. ما تلاش خواهیم کرد تا کمال افعال او را آشکار کنیم، یعنی پاداش نگیریم. فقط در این اصلاح است که ما باید تلاش و کوشش زیادی به خرج دهیم تا پاداش ندهیم، زیرا این برخلاف طبیعت ماست. تنها از طریق سگولا، تورا و میتسوت، یعنی کار و فرمان معنوی، می توانیم سیگولا شفا، می توانیم با این کلیم ها که ظرف احسان نامیده می شوند پاداش دریافت کنیم. یعنی شخص در کار معنوی اگه کارش رو انجام بده، اگه از راه معنوی بره، فرمان ها که میگه اینه، چیزهایی که آدم های بیرون انجام بیدن نه. در معنویات کار کردن معنویات یعنی چی؟ یعنی در میان انسان و انسان رابطه درست رو کار کردن، که از اونجا
از رابطه انسان به انسان به خالق برسیم. در میان انسان و انسان برای اینکه رابطه خوبی برقرار کنه شخص باید هر کاری از دستش بر بیاد رو انجام بده. فرمان ها که میگه اینه، یعنی یک فرمان وجود داره در اصل، اون هم در میانمون رابطه خوبی داشته باشیم برای اینکه به احسان کردن برسیم، ظروف احسان کردن رو به دست بیاوریم. و میگه که اینها رو باید به دست بیاوریم چون که اصلاح هست. اگه در فرمی ضد خالق باشیم خودمون رو بد احساس میکنیم. هدف آفرینش هم اینه که خودمون رو خوب احساس کنیم. چطور میتونیم خوب احساس کنیم؟ اگه با خدا در هم فرمی کنیم. یعنی میگه که برای گرفتن کسی چیزی نمیگه، به این حرف میزنن که چطور میگیری؟ یعنی اشتباه میگیری تو. هر عمل دریافت فقط به دیگران باید برای احسان کردن به دیگران باشه. اگه برای خودش بگیره با خدا که در میانش ناهمفرمی وجود داره، مثل اینکه همیشه به کسی در شرایط منفی وابسته هستی، مثل اینکه به کسی محتاج هستی. پاداش ما، اعتقاد ما به پاداش و مجازات هست. یعنی اگر کار معنوی و فرمانها را انجام دهیم ثواب ظرف احسان را خواهیم داشت. اگر، یعنی هدف اینه، برای چیز دیگری نه، برای اینکه احسان کردن رو به دست آوریم کار میکنیم. در بهشت مهشت اینا، برای بهشت مهشت اینا نه. اگر اینها رو انجام ندیم، یعنی اگر کار و احکام معنوی ریشه و شاخه، قانون طبیعت، هر ریشه در شاخهش هر چی هست از او شاخه است. به چیزهایی که به ریشهش ضرر داره از اونها ناراحت می خوشحال نیست و میگه که ریشه ما خداست. پس شخص برای اینکه نمیتونه خوشحال باشه در دنیای ما، به ریشه اش در حال مناسبی نیست. اگه به ریشمون مناسب باشیم، از چیزهایی که او دوست داره ما هم خوشحال میشیم و از چیزهایی که او ناراحته ما هم ناراحت میشیم. تنها دلیل ناراحت بودنمون اینه که طبیعتمون ضد خداست و برای اینه که همیشه ناراحت هستیم و این انسان ها هم رفته رفته ناراحت تر زندگی می کنند. راه دیگری نداره. به خاطر این اگر در کار احکام معنوی پیروی نکنیم، در ظرف گرفتن میمانیم که نمیتوانیم در الوهیت کاری انجام دهیم. بنابراین چگونه میتوان لذت و رضایتی که خالق میخواهد به آنها احسان کند دریافت کرد؟ بنابراین به محصی این که در مسیر احسان قدم برداریم، بدن شروع به مقاومت می کند و باید به حکمای خود ایمان بیاوریم که می گویند کسی که به طهارت می آید یاری می شود. و همچنین باید باور کنیم که حکمای ما می گویند من عمل بد را آفریدم و تورات را نیز به عنوان درمان، یعنی شفای آن را آفریدم. یعنی گیاهان دارویی وجود داره به این معنی تقریبا شفا درمان، زیرا از طریق تورات نور درون آن را اصلاح می کند. یعنی شخص با کار کردن معنویات کم کم شروع به تغییر کردن میشه، یعنی اصلاح میشه. ما باید باور داشته باشیم که در ازای کار ما در کار معنوی، احکام معنوی، خالق این پاداش را به ما خواهد داد. بنابراین تورا رو فرمان و کار بنویس پیشون و بعد این هر تورا و میتسوتی که گفته در مقاله ترکیش رو بنویس. کار معنوی و فرمان بنویس. çalışmalarımızın karşılığında yaradanın bize bu ödülü vereceğine inanmalıyız. Yani ne? Yani çiye padaşımın ıslah olma. Islah şodan padaşımın ıslah şodan yani çi yani برای خودم نمیگیرم و از این دست برمی‌دارم. یعنی باید اگه به این اراده برسم پرده صاحب پرده میشم. ıslah olacak. Yani ıslah میشم yani. Böyle bir çenin duruma geldi. Şerayeti mi desin?
بنابراین هیچ تناقضی، یعنی میگه که باید باور کنیم که خدا این رو به ما خواهد داد و در کار باید نیتمون این باشه. آدم هر چی میخواد بگیره باید نیت اون رو داشته باشه در کار. بنابراین هیچ تناقضی بین آنچه آنها میگویند ما باید به پاداش مجازات اعتقاد داشته باشیم با آنچه آنها میگویند ما باید مانند بردگانی باشیم که به راو در شکل خدمت میکنند و نه برای دریافت پاداش. یعنی شخص برای خودش از طبیعت گرفتنش و اگه در داخل این طبیعت زندگی کنه کار رو با زور دادن به خودش تا جایی که از دستش برمیاد، البته که با تأثیر محیط به طور دیگه نمیتونه انجام بده، یعنی باید به طوری کار کنه که ضد بدنشه، یعنی برای پاداش نگرفتن کار کنه. باید بر بالا هم میگه که شخص وقتی به خاطر احسان کردن کار میکنه بدن زدش میشه، شبیه به این که هیچ کسی به کسی دیگه بدون پول کاری انجام نمیده. پس بدنمون به کار معنوی وقتی شروع کرد خواست گرفتن بدنشه، یعنی با کار هم فکر نیست و به این دلیل شخص باید به خودش زور بده، یعنی ضد طبیعتش باید بره در کار. جواب پاسخ این است که ما نباید برای پاداش کار کنیم و چون خلاف فطرت ماست و نمیتوانیم در این اصلاح خود را اصلاح کنیم، تمایل انسان هر روز او را شکست میدهد. بدون کمک خالق او نمیتوانست بر آن غلبه کند. بنابراین تنها خالق میتواند با دادن ظروف احسان به او کمک کند. این پاداشی است که انسان باید برای آفریدگار دعا کند، زیرا نمیتواند به تنهایی ظرف احسان را به دست آورد. به خاطر این شخص باید کار کنه، باید خیلی کار کنه و برای پاداش باید کار نکنه، یعنی باید در فکرش چنین چیزی باشه که پاداش نمیخوام و بعدم میبینه که این کار رو انجام دادنش ممکن نیست. اگه در فکرش هم چنین باشه ممکن نیست که این کار رو انجام بده، اینو میبینه و از بیرون احساس میکنه که به کمک نیاز داره، یعنی به خدا. اون زمان قلب آدم به دعای درست در کار پخته میشه برای دعای درست. پس با کمک نور شخص با کار کردن نور میکشه به خودش، یعنی کار به آدم تأثیر میذاره و آدم با نخواستن میگه که من میخوام اینو. با گذشت زمان میشه این. هر روز باید کاری که انجام بدی. سوالی هست تا اینجا؟ علاوه بر این باید باور داشت که خالق این قدرت را به ما خواهد داد، زیرا انسان برای به دست آوردن ظروف احسان بارها تلاش و زحمت می کند. اما از منظر اصلاحی که انسان نمی تواند آن را درک کند، گاهی این کار بخشش را شروع می کند اما برعکس آن را می بیند. در حال پسرفت است، یعنی الان که کار احسان را شروع کرده است مادیگراتر شده است، یعنی اراده گرفتن برای خودش قوی تر در او کار میکند. یعنی با کار کردن معنویات اگومون بزرگتر میشه و خواست گرفتن اون برای خودمون بیشتر میشه و میبینیم که به احسان کردن نزدیک نمیشیم، برعکس از احسان کردن دورتر میشیم. کار باید به شخصی رو نشون بده، این خیلی مهمه. به خاطر این شخص رفته رفته در کار میبینه که به بدتر میره، بد و بدتر میشه. یعنی به معنای اینه که درست کار میکنه شخص. اگه همه چیز خوبه، میگه همه چیز خوبه شخص، اون وقت باید فکر کنیم. اگه بدی رو بیشتر افشا میکنه در کار، اون یعنی کارش خوبه، یعنی از خوبی میبینه که چقدر دوره، یعنی کارش رو خوب انجام داده شخص، چون که واقعیت رو میبینه. به خاطر این شخص در درون شخص میبیند که اراده دریافت درون
میبینه که قوی تر شده و به او اجازه نمیده که برای هیچ عملی احسان کنه و اگه اینو نشون بده که هیچ نمیتونه این کار رو انجام بده برای شخص خوبه، چون که اون وقت میتونه به خدا رو کنه، به طور دیگر نمیتونه به خدا رو کنه. شخص میبیند که اراده دریافت درون هر بار قوی تر عمل میکند تا زمانی که فرد نامید میشود و میگوید که هیچ شانسی برای دریافت پاداش به میل بخشش ندارد. در این هنگام گفت بیهوده تلاش کردم، یعنی فکر میکردم به خاطر زحماتم در کار معنوی و فرمانها پاداش میگیرم و این هدیه‌ای برای من خواهد بود که آنچه را که همیشه به آن امید داشتم دریافت کنم، پاداشی که با جلب رضایت خالق و بیرون آمدن از عشق به خود. اما اکنون می‌بینم که برای من نیست، زیرا من از دیگران مادی‌گراتر هستم. در ابتدای کارم فکر می‌کردم تا این حد غرق در عشق به خود نشده‌ام. بنابراین فکر میکردم کار رسیدن به نیت احسان به اندازه هر حرفه‌ای که یاد میگیریم طول میکشد. آموختن یک حرفه آسان نیست و هرچه پیش باشد، نجاری یا قفل‌سازی، حتی پزشکی و مانند آن، نیاز به یادگیری بسیار داره. قبل از این که فرد به حرفه آموخته شده دست یابد همه زمان میبرند. یادگیری برخی از حرفه ها 3 یا 5 سال طول می کشد، اما صبر کنید تا زمان تمام شود. مردم می توانند آنجا کار کنند چون می بینند روز به روز پیشرفت می کنند. بنابراین می فهمند که در پایان 3 یا 5 سال زمان می رسد که می تواند دیپلم خود را بگیرد و در حرفه خود شغلی پیدا کند. اما در کار احسان هر روز خود را در حالت پسرفت می بیند. ممکن است اینجا رو دوباره بخونم. در کار احسان هر روز خود را در حال پسرفت می‌بیند. ممکن است یک یا 2 سال بگذرد و متوجه شود که یک ذره هم حرکت نکرده است. اون وقت ناامید می‌شود و می‌گوید هیچ وقت دیپلم کارم را نمی‌گیرم که احسان کنم. طبیعتاً او نمیتواند تورات یعنی معنویات را دریافت کند. اینجا هم داخل پرانتز معنویات بنویس، معنویات را دریافت کند. یعنی به افشای خدا نمیتونه برسه، چون که معنویات اینه. زیرا فقط افراد مؤمن در آنجا پذیرفته میشوند که تورا را به آنها داده شده خراب نکنند. لیشما هرگز با اسرار تورات پاداش نمیگیرد، زیرا میبینند که کسی نتواند مدرک کار یعنی به خاطر او را بگیرد. همانطور که حکیمان ما میگویند کسی که تورا لیشما را بیاموزد اسرار تورا به او نشان داده میشود. اسرار تورا یعنی ویژگی احسان کردن خدا. اسرار اینجا چیه؟ چیزی که نمیدونیم نمیبینیم. که آدم اسرار رو کشف میکنه وقتی با خدا رابطه داشته باشه. پس در کار همیشه خودش رو اگه بد ببینه، رفته رفته میبینه که اگوش بزرگتر میشه، اون وقت میبینه که من اینو هیچ وقت نمیتونم انجام بدم. یعنی در فکرش این میاد، یعنی اصلا معنویات رو نمیتونم به دست بیارم. اینو فکر میکنه، به همین دلیل میخواهد از جنگ فرار کند. حکیمان ما اینجا به همین دلیل میخواهد از جنگ فرار کند، یعنی ضد عمل بدش، این جنگی که با او است. حکیمان ما در مورد این وضعیت میگفتند که باید خود را توانمند کرد و باور داشت که میتوانی به صاحبخانه اعتماد کنی تا زحماتت را جبران کند. یعنی اگر انسان در کار معنوی و احکام برای دریافت پاداش قدرت بخشش تلاش کند، نباید به پیشرفت متوقف شده خود توجه کند. Durmuş ilerlemesine dikkat etmemelidir. او باید باور داشته باشد که اگر تلاش کند تا به ظروف بخشش به او پاداش دهد، خالق قطعا آن را به او خواهد داد. بنابراین پاداشی که ما برای کار خود می‌خواهیم این است: توانایی کار بدون پاداش، اما به این دلیل که او بزرگ و حاکم است. به خاطر این چیزی که مهمه اینه که اگه
شخص ناچار باشه باید به راهش ادامه بده. در این دنیا هم در زندگی دنیوی هم بعضی وقتا کارهایی انجام میدیم، آدم میگه که من این کارو نمیتونم انجام بدم، ولی هر کسی ادامه بده به کارش، اگه خسته نشه از کارش قدم به قدم اینم انجام بدم اونم انجام بدم، اگه پیشرفت کنه همیشه در نتیجه به خواستش میرسه. در معنویات هم قانون مهم اینه، مهمترین چیز اینه که هر چی میخواد بشه راه رو ادامه میدم. فقط کسی که چنین صبری داره به آخر راه میرسه، کسی دیگه اینه. بر این اساس باید آنچه را که در دعای لطفاً قبل از مزامیر نوشته شده است تفسیر کنیم. به من گنجی از هدیه های مجانی احسان کن. پس دعا می کنیم و مزمور می خوانیم به این نیت که از شما بخواهیم نه تنها به ما ثواب بدهید، بلکه گنجینه ای از هدایای مجانی نیز به ما می دهد. ما باید درک کنیم، زیرا می دانیم که باید هر کاری را برای نه برای پاداش انجام داد دهیم انجام داد. چون که شخص برای این کار کنه که پاداش نگیره، اینجا را ممس کن، برای این که پاداش نگیره هر کار رو باید انجام بده. یعنی شخص به یک کس دیگری وقتی احسان میخواد بکنه یا احسان میکنه نباید انتظار چیزی داشته باشه. وقتی به کسی خوبی میکنه نباید انتظار داشته باشه خوبی رو انجام میدی نقطه تموم شد. اما باید به این گونه تعبیر کنیم، از تو میخواهیم که از گنج پاداش مجانی به ما احسان کنی، زیرا اگر از آنجا فراوانی گرفتیم ممکن است بیهوده کار کنیم نه برای گرفتن پاداش. به همین ترتیب هنگامی که شخص نیاز به شفا دارد از خالق میخواهیم که شفا را از خزانه شفا بفرستد، یا اگر کسی نیاز به نیرو دارد از خزانه قدرت میخواهیم که نیرو بفرستد. یعنی شخص در کار معنوی به چی نیاز دارد؟ نیاز پیدا میکنه به تغییر و قدرت یا نیرو. بیشتر به قدرت نیاز داره، چون که باتریش تموم میشه، بنزینش تموم میشه. به خاطر این آدم همیشه نیاز به قدرت نیرو داره. به خاطر این اگر شرایطی که میگن پاداش نمیخوام، اگه در این میخوام کار انجام بدم، باید قدرت احسان کردن داشته باشم. اگر ندارم نیروی احسان کردن و فعلا اونجا نیستم، اینو از محیط باید بگیرم، از جای دیگری نمیتونم بگیرم. چون که بدن آدم در کار هر روز بر آدم غلبه میکنه، به طوری که نوشته شده. پس در کار معنوی اگه میخواد شخص پیشرفت کنه، در کار همیشه نیاز به نیرو باید احساس کنه که به نیرو نیاز داره. بنابراین کسی که میخواهد از بالا قدرت بگیرد تا بتواند مجانی و بدون مزد کار کند، از خالق میخواهد که از گنج هدیه مجانی به اون نیرو احسان کند، یعنی قدرتی به او احسان کند که این کار بزرگی است، هدیه‌ای برای او، یعنی کارهایی رو مجانی انجام بده، هدیه‌ای برای او، یعنی این که بتواند کارها را به صورت رایگان انجام دهد و آن را به عنوان یک هدیه میپذیرد. همانطور که نوشته شده است، اگر من برای هیچ هستم شما برای هیچ هستید. پاداش شخص اینه که هیچ کاری رو بدون، یعنی قدرت این رو داشته باشه که پاداش نخواد از این چیزی. اکنون میتوانیم آنچرا که نوشته شده است تفسیر کنیم. چشمهای خود را به کوها خواهم برد، کمک من از کجا خواهد آورد؟ یاری من از آفریدگار است که آسمان و زمین را آفرید. اینجا کلمه راب رو بردار. یاری یارتان گکلری و یری یارتان آفریدگاری که آسمان ها و زمین را آفرید است. داوود کمک من از کجا خواهد آمد؟ سوال کنید و سپس کمک من از سوی خالق است. ما باید این نوشته را درک کنیم. اما هر کسی که ایمان دارد، هیچ جایی جز خالق نیست که بتواند از آن کمک گرفت. پس چه خبر؟ پس اینجا چیز جدید چیست؟ میتونی این کلمه یهودی رو از اینجا برداری؟
میدونیم که انسان یعنی چی. هر اینانان ولی هر کسی که ایمان دارد، هر انسانی که ایمان دارد، هیچ جای جز خالق نیست که بتوان از آن کمک گرفت. پس تازگی چیه؟ ما باید این را این گونه تفسیر کنیم که به ما بگویم که چیزی جز ظروف احسان برای دریافت لذت و خوشنودی کم نداریم، زیرا در این صورت با آفریدگاری برابری فرم داریم که تو رحیمی چنان که او مهربان است. همانطور که در آنگاه ما برای دریافت لذت و رضایت مناسب خواهیم بود. به خاطر این شخص برای یک شرایطی هست که میتونه خوشحال باشه در دنیا، در آفرینش. اونم اینه که مثل خدا اگه بتونه احسان کنه، یعنی خوشنودی شخص، اگه شخص بخواد از این دنیا خوشنود باشه، باید این قدرت رو داشته باشه که بتونه احسان کنه. به غیر از این هیچ کمبود دیگری نداره شخص و با گرفتن در این دنیا به هیچ شکلی نمیتونه خوشحال باشه. در این دنیا میبینیم از ثروتمندترین تا فقیرترین آدم هیچ کس خوشحال و یا خوشنود نیست. اگه ثروتمند باشه یا فقیری باشه فرقی نمیکنه، چون که با گرفتن نمیتونه خوشحال باشه هیچ وقت. به خاطر این لذت کجا شروع میشه؟ در ویژگی احسان کردن. احسان کردن چیه؟ یعنی در رابطه میان انسان و انسان و در رابطه انسان و خدا وقتی رابطهش وجود داشته باشه. به خاطر این در دنیا هم خوشحالیمون رو فقط در کجا پیدا میکنیم؟ آخرین بار که خوشحال شدیم؟ با آدمهایی که دوست داشتیم، زمانی که با اونها گذروندیم. یک پیراهن جدید خریدیم؟ نه. بیشترین صاحب تجربه کجا بودیم؟ موقعی که با آدم هایی که دوست داشتیم، شرایط هایی که با هم به اشتراک گذاشتیم لحظه ها رو. پس آدم فقط در عشق میتونه خوشحال باشه، در ویژگی عشق. و عمل عشق و دوست داشتن احسان کردنه. پس شخص اگه بخواد همیشه خوشحال باشه، ویژگی عشق رو باید بزرگ کنه. و ویژگی عشق رو بزرگ کردن یعنی مثل خدا دوست داشتن، مثل آدم های بیرون دوست داشتنه. نه، یعنی بدون هیچ چیزی که به من برگرده، بدون هیچ انتظار شرایطی. نه، به همین دلیل باید آن را طبق قاعده معروف زیر تفسیر کنیم. تمام خلقت که به خلقت تعبیر می کنیم، اراده دریافت برای خود است که از هیچی آفریده، از نیستی آفریده شده است. یعنی در مورد خالق باید بگوییم که بخشنده و احسان کننده است. اما دریافت چیز جدیدی است که خالق آن را از هیچ آفریده است. بنابراین هیچ به این معنی است که چیزی که از هیچ خلق کرده، چیزی که در کتاب ها نوشته، ویژگی گرفتن است. انسان را از هیچ خلق کرد، وقتی گفته این رو میگه. در جهان هیچ وقت ظرف گرفتن وجود نداشت، همه چیز احسان کردن بود. پس انسان یعنی وقتی میگه که از هیچ خلق شده، بنابراین هیچ به این معنی است که دریافتی در آن وجود ندارد. به همین دلیل نوشته شده است که از هیچ، یعنی آنچه در خالق وجود دارد، این است که او فقط احسان میکند. اگر انسان بتواند به آن حالت هیچ برسد، اون وقت کمک من خواهد آمد. در آن لحظه فرد آماده دریافت لذت و خوشنودی است. یاری من از آفریدگاری است که آسمان و زمین را آفرید. اینجا کلمه ربم بردار، خالق بنویس، یا آفریدگار، اون چیه؟ با حرف بزرگم نوشتند. این معنای یاری من از آفریدگاری است که آسمان ها و زمین را آفریده است. این معنای حرف شماست. در اینجا معنای هیچ را تفسیر می کند که در مقابل دریافت، یعنی بخشش بیشتر است. معنای کلمه کسی که آسمان و زمین را آفریده است این است. آسمان و زمین را آفرید، یعنی به آسمان ها و زمین بخشید. وقت انسان به حالت غیبت یا نیستی که قوه احسان نامیده می شود می رسد. مستحق کسب لذت و خوشنودی می شود، زیرا از نظر خالق چیزی کم ندارد مگر ظرف برای دریافت. اینجا هم کلیم رو بردار، ظروف بنویس، یعنی به جز ظرف احسان کردن چیز
ناقصی نداره، یعنی رسیدن به هیچی یعنی برای گرفتن دیگه هیچی نمیگیرن، تمام عملهای گرفتن هم البته که ما خواست گرفتن هستیم، البته که شخص همیشه باید بگیره، ولی گرفتنش برای احسان کردن باید باشه، برای خودش نه. به خاطر این در اینجا چیزی که هیچی میگه اینه، یعنی هدف گرفتن چیزی نیست، هدف اینه که احسان کردن، خوبی کردن. کمک من از کجا خواهد آمد؟ این معنی کلمه است. نوشته شده است که برای دریافت این لذت و رضایتی که خالق می‌خواهد به مخلوقات بدهد، نباید فکر کرد که چیز بزرگی کم شده است. یعنی وقتی انسان می‌بیند که اگرچه برای تکمیل هدف خلقت تلاش کرده است، اما از حدی که در 9 سالگی بوده است بالا نرفته است، و اگر خالق کار خود را آنطور که در زمان آفرینش فهمیده است بفهمد، او 9 ساله بود که علت آن را اینگونه بررسی می کند. حتما ناتوان به دنیا آمدم و توان غلبه بر آن را ندارم. اگه استعداد بیشتری داشتم نجیبتر می شدم و به تمامیت می رسیدم، می گویند. و این هم بهانه ایست از طرف خواسته گرفتن که کاری نمیتونه انجام بده. آدم بیرون هم وقتی کاری رو انجام بده با بدون فکر و موفق نمیشه، چون که میگه که من اینا نمیتونم انجام بدم. ولی اگه نتونم، اگه اینو نمیگفت که نمیتونم این کار رو انجام بدم و هر چی بشه من این کار رو انجام میدم، اون وقت کارش رو انجام میداد. فهمیدید منظورم رو؟ آدم های بیشتر در بیرون برای اینکه رویاهاشون رو نمیتونن واقعی کنند، برای اینکه آرزو ندارن، برای اینکه نمیچسبند به کارشون. اگه میچسبید، آرزو داشت، به راه سرش رو میذاشت، تمام بجرمدیم بو سفر، این کار نه، این وقت این بار نتونستم انجام بدم، یه بار امتحان کنم، بازم نتونستم، بازم امتحان میکنم. اینو میگم به این شکل و به این شکل میتونست موفق بشه. به خاطر این در ما هم به این شکل شخص کار میکنه، کار میکنه، کار میکنه و میبینه که نمیتونه پیشرفت کنه، به طور که در بالا نوشته رفته رفته به بدتر میره شرایطش، به خاطر این از راه خارج میشه. بو کاراکتردکی بی آدم، کسی که در این کاراکترش در این دنیا هم چیزی نمیشه ازش، در معنویات هم ازش چیزی نمیشه. به خاطر این یکم پیشم گفتم که مهمترین چیز اینه که هر چی بخواد بشه به راه ادامه میدم. به این شکل کسی که مثل آدم لجباز که ول نمیکنه کارشو، از اینجا نتیجه میگیرد که او فکر میکند چیزهای زیادی گم شده است، اما در حقیقت انسان چیزی جز برابری شکل ندارد که با آن ظروف احسان میگویند. چنان که نوشته شده است، تو رحیمی چنان که او رحیم است، زیرا احسان به عنوان عدم تلقی میشود. کمک من از آنجا خواهد آمد. منظورش این بود که گفت این تنها چیزی است که ما کم داریم، نه هیچ استعداد یا اشرافی. چی میگه؟ به هیچ استعدادی احتیاج نداره شخص در معنویات، یعنی تماما آدمی که هیچ چیز از دست تش بر نمیاد میتونه شروع کنه به کار، یعنی هیچ کاری از دست تش بر نمیاد، تجربه نداره، صفره، یعنی هیچ مشکلی نیست. میگه برعکس، بلکه یاری من از آفریدگار است، زیرا خالق آسمان و زمین را آفرید تا به مردم احسان کند. اما همان چیزی است که من به خالق نیاز دارم تا به من کمک کند تا به آن برسم، زیرا این ظرف است. یعنی آرزوم چیه؟ به کمک خدا احتیاج پیدا کنم، به آرزوی این رو داشته باشم. این ظرف درسته که احتیاج پیدا کنم. پس این که کسی این ظرف را که ظرف احسان نامیده می شود داشت، نور به خود می آید، زیرا هدف از خلقت همین بود، نیکی کردن به مخلوقاتش. یعنی هر چی می خواد بشه همیشه باید پیشرفت کنیم و با واسطه این پیشرفت، با افت و خیزش، اتفاقای بد، از چی میخوایم رد بشیم،
معمولا چیزهای بده، خوبش کمه. اگه شخص از راه خارج نشه، آدم فقط به خدا احتیاج پیدا میکنه و به این احساس میرسه که فقط به خدا میتونه، خدا میتونه به من کمک کنه. به این شکل از چپ و راست چیزایی انتظاره، چیزایی نداره، فقط به خدا رو میکنه و اصل کار اینه. به خاطر این شخص اگه درست کار کنه، ضعیفه، نمیتونه کاری انجام بده و همیشه در داخل بدیه، یعنی طبیعتش بده، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، یعنی شرایط خیلی عجیب غریبیه و احساس میکنه که خیلی موجود عجیب غریبیه، خودش رو خیلی عجیب غریب میبینه. به این شکل باید باشه. ببینیم چیه مشکلش. سوال: اگه در احسان کردن نباشیم فعلا، کار رو با انجام دادن خواسته گرفتن بزرگ میشه. چه ظرف دنیاوی رو هوس داریم پر کنیم و نه فعلا احسان کردن رو میتونیم انجام بدیم؟ این خواسته گرفتن رو چطور میتونیم از عهدش بر بیاییم که بزرگ میشه؟ این شکل با ادامه دادن دیگه چی کار میتونه انجام بدی؟ درست میگی تو، راست میگی. آرزو دارم، میخوام، هدف، هوس این رو ندارم دنبال آرزوم برم، یعنی هیچی مهم نیست برام از طرفی. دنیا اگه میخواد بسوزه، به من چه، کاری نمیخوام انجام بدم. و از طرف دیگر هم در راه باید ادامه بدیم. باید چی کار کنیم؟ باید اهمیت رو بیشتر کنیم، اهمیت کارمون رو. همه چیز در اهمیت کاره. نقطه عطف ما اهمیت دادن، اهمیت. اگر هر کسی اهمیت این رو بیشتر کنه، خیالهای دنیاوی هم اگه داشته باشم زیاد نمیمونه، یعنی فوری از عهدشون برمیای. به اضافه در زندگی دنیاویتون، نمیگم کابالیستان نمیگن که دنبال آرزوهای دنیاویت نرو، شغلت، قدرت، خانواده، میدونی که استانداردامون چیه، به خودم نیاز دارم، خودم رو نگه، از خودم نگهداری کنم. اگه جوانی باید به پیری تن فکر کنی، اگه پیر شدی کی باید بخوری؟ همه باید فکر کنن که اگه پیر بشم کی به من غذا میده. من از استادم هم به این شکل یاد گرفتم. هر کس زندگی دنیاویش در آیندهش، خانه، خانواده، سلامت، باید اینا رو فکر کنه و نباید اینها رو از اینها چشم پوشی کنه. این زندگی دنیاویه، چون که لازمه زندگی دنیاوی هست و اونها رو انجام میدم و زیاد فکر نمی کنم، فقط اجبارن انجام میدم، برای اینکه اجبارین انجام میدمشون. اگه مجبور نبودم اونها رو هم انجام نمیدادم. هیچ کداممون نمیخوایم با اونها کاری داشته باشیم، هیچ کداممون با اجبار فقط کار میکنیم، کاری نمیشه کرد. از طرفی هم باید معنویات رو هر روز کار کنیم که آرزومون نسبت به معنویات بیشتر بشه رفته رفته. به همراه دوستان هم اگه رابطه خوبی داشته باشید خوب پیشرفت میکنید. سوال: اگه شخص برای قدرت داده شدن احسان شدن کار میکنه و نباید چیزی که در مقاله نوشته، باید یعنی میگه که پیشرفت نمی کنم، کار میکنم، کار میکنم، پیشرفت نمیبینم، دستتو بلند کن ببینمت. شخص با کار کردن اگه خوب کار میکنه، بیشتر وقتا آدم کار میکنه، کار میکنه و میبینی که هیچ چیزی تغییر نکرده. بعضی وقتا سالها به این شکل میگذره. این طبیعیه، این طبیعیه. بله.
به خاطر این میگه که در بالا هم ادامه بده، ادامه بده، هر چی میخوای احساس کن ولی ادامه بده برا. مهم اینه که ادامه بده. در این دنیا هم به این شکله، در موفقیت های زندگی هم اگه ناموفق شدم ناراحت بشم، خودم رو بد احساس کنم، نمیتونم این کار رو انجام بدم، اگه اینو بگم آدم چی کار میتونه بکنه؟ خودش رو اگه میخواد در حالتی که بد یا خوب احساس کنه رفتار کنه، هیچ کار نمیتونه انجام بده. اگه میخوای موفق بشی باید یک کله سرد داشته باشی، فقط به طرف هدف بری، بدونه که هر کاری انجام بدم هر روز باید، یعنی نزدیک میشم در کار معنوی هم به این شکله. اگه شخص ببینه که پیشرفت نمیکنه و غیره، به این شکل باید به کار ادامه بده، چون که قطره قطره جمع میشه و دریا میشه و به یه نقطه میرسه، ظرف پر میشه و لبریز میشه، همه چیز با زمان. در اصل ادامه سوال، خدا برای دادن به این ناچاری میاره؟ میتونیم اینو بگیم؟ نه نمیتونیم بگیم. در مورد خدا نمیتونیم بگیم چیزی. خدا رو کجا دیدی آخرین بار؟ قبل از اینکه جواب بدی خوب فکر کن. فعلا خدا نیست، درسته؟ به خاطر این در مورد خدا چیزی نگیم. در کار فقط در مورد خودت. آدم هایی که در بیرون فقط نظر میدن چی کار میکنن؟ فقط فلسفه میبافن، چون که یک دستاورد واقعی ندارند و اگه دستاورد واقعی نباشه فلسفه، همه اینها فلسفه است. چیزایی که خوندم رو به این شکل تفسیر کردم، به اون شکل تفسیر کردم. خیلی آدم ها هست که به این شکل کار میکنن و تفسیرهای مسخره و از هیچ کدامشون چیزی نشد، چون که تا وقتی که خدا باشه آدم نمیدونه که واقعیت چیه. تنها چیزی که میدونیم چیه، خواسته گرفتنمون، رفته رفته به عمقش میریم و خواسته گرفتنمون رو میشناسیم. پس بیشتر کارمون چرا میگه در بالاست؟ چون که آدم میبینه که پس رفت میکنه، چون که وارد کار، وقتی وارد کار میشه میبینه که اگویستر میشه و فقط به خودش فکر میکنه، اینو میبینه، فقط به خودش فکر میکنه اینو میبینه شخص. با خدا هیچ چیزی نیست. ببین، نمیدونم، عشق بود، احسان کردن بود، آدم فقط اینو کشف میکنه که فقط خودش رو دوست داره، اینو کشف میکنه. به خاطر این آدم در راه احساس میکنه که پس رفت میکنه، یعنی پیشرفت رو احساس نمیکنه، چون که نسبت به دیگران رفتار خوب، عشق فکر نمیکنه، یعنی نمیبینه که فکر خوبی به دیگران داره. یه چیزی که احساس میکنه که من چطور میتونم بیشتر بگیرم، انجام بدم، این اون. به خاطر این در مورد خدا چیزی نداریم که حرف بزنیم اینجا. سوال، در مقاله به طوری که نوشته کسی که برای شفا احتیاج داره از هزینه شفا میخواد که شفا بفرسته. شفا به چه معنیه؟ آدم اگه خودش رو ضعیف احساس میکنه و احساس میکنه که بده، چی میتونه از خدا بخواد؟ برای اینکه از بدیش رها بشه قدرت میخواد، برای اصلاح بدی شفا میخواد. اینه، یعنی خواست گرفتنمون رو برای خودمون میخوایم که اصلاح کنه، برای گرفتن برای خودمون. سوال، میبینم که هیچ قدرتی ندارم حرکت کنم، ولی وظیفه هایم در کار رو برای اینکه بتونم انجام بدم انتظار زیادی دارم و در آخر روز میبینم که هیچ کاری انجام ندادم. برای اینکه تلاشم رو از دست ندم باید قدرت بخوام، و یا اگه خودم رو فکر نکنم نفهمیدم که اینجا چطور باید به خودم فکر کنم. اینو نفهمیدم. هجام پلمو پردتمادمی görüyorum. میبینم که هیچ کار نمیتونم انجام بدم، ولی وظیفاتم را در کار برای اینکه بتونم انجام بدم انتظار زیادی دارم. ببین، چنین نمیشه دو تاش در یک جا. هم کار رو انتظارش رو میکشم و قدرت ندارم. اینجا تناقض وجود داره. اگه به چیزی انتظارش رو میکشم باید قاز بدم، برم به طرفش. نسبت به دوستان بگیم که خجالت
نکشم. چه نه میتونم بگیم. یعنی من الان حرف میشنوم. میگن که دوست نیومد. öyle diyecekler. اینو میگن و بعدا میگن که در صبح درس صبح این سوال انگلیسی میپرس سه چطور دوستی که نیومده؟ خودم رو بد احساس میکنم. این انتظار نیست. خودم رو بد احساس میکنم. خجالت برای اینکه خودم رو بد احساس خواهم کرد. کلمه کپردتمایی استمه و برای اینکه نمیخوام حرکتی داشته با حرکت کنم حرکت میکنم کاری انجام میدم به این شکل چون که انتظار اگه داشتی در کجا در ما هست که احسان کنیم اگه بود اون وقت سپیدی گونزالس گیبی اولدردم با سرعت میرفتی تلاشم رو برای اینکه ابطال نکنم قدرت میگیرم نه قدرت فقط نیرو فقط وقتی قدرت میخوای نیرو میخوای به خاطر دوستانم برای اینکه دوستانم در معنویات پیشرفت کنند کارهایی که باید انجام بدم رو برای اونها انجام بدم قدرت این رو میخوام که بتونم این کارها رو برای دوستانم انجام بدم که در معنویات پیشرفت کنند اگه قدرت میخوای و به این شکل قدرت بخوای اون وقت برای خودش برای خودت به دام این نمیفتی که برای خودت بگیری یعنی نسبت به دوستان مسئولیت دارم و این مسئولیت برای پیشرفت معنویت اونها کاری که باید انجام بدم ولی قدرت این رو ندارم که انجام بدم ولی این رو برای این که بتونم برای اونها انجام بدم این کار رو قدرت میخوام اون وقت قدرت میگیری از بالا و اون نیرو رو برای پیشرفت کردن دوستان استفاده میکنی و اون وقت ظرفت کانال میشه به این شکل میتونی بخوای از خدا طلب کنی شعرار به یعنی کار میکنی اگر کندیمی دشون میرسن ادامه اگه خودم رو فکر نمی کنم تلاشم میشه یا نمیشه نفهمیدم اینو مگه میشه اگه خودت رو فکر نکنی شبانن تلاش چه فرقی داره مگه میشه ببین تمام هدف تمام پاداش تمام پاداش اینه که به خودم فکر نکنم پاداش شخص تمام پاداش شخص اینه که به خودش فکر نکنه به این درجه برسه تمام پاداش اینه به خاطر این تلاش تلاش در کجاست؟ تلاش به رو کردن به خداست دعا به خداست اگه ببینم که در شرایط بدی هستم خیلی خوبه خدا به من میگه که بیا به طرف من بیا بیماریم رو نشون میده و میگه که شفاعتم دست منه پس شخص افشای در افشای بدیش احساس ناچاری کردن چیز خوبیه یعنی در لحظه باید جتون بیفته فوری باید به خدا رو کنم وقتی به خدا رو میکنی طلبم رو اگه به خودم ربط ندم و رو کنم پس قدرتی که میگیرم برای احسان کردن اون وقت یعنی کارت رو انجام میدی و نمیشم که چطور انجام دادی ولی کارت رو انجام میدی و اجازه میدی که خوب انجام بدی به دوستات کمک میکنی تو خودت رو صفر احساس میکنی در دست صفر داری اینو احساس میکنی ولی کاری که انجام شد دقت کن ببین کانال شدی اونجا به این شکل بعدا اون احساسات در درون من بزرگ میشه یعنی خودمون رو بد یا خوب احساس نمی کنیم سوال در کار ناایمانی از کجا هست شخص اتفاقای دنیاویش رو با چی میتونه رفت بده یعنی بی ایمانی ببین ایمان در معنویات یعنی احسان کردن به خاطر این کسی چنین ایمانی نداره ولی به راه اعتماد کن ولی اگه اعتمادت رو به راه از دست دادی اون برای اینه که در کار چیزای ناقص داری ادامه سوال شخص اتفاقای دنیاوی رو چطور میتونه بفهمه اتفاقای دنیاویمون مهم نیست در مقاله نوشته در بالا شرایط های زندگی شخص مهم نیست اصلا هر چی میخواد بشه ادامه بده اینو میگه
Hayatın her zaman zindagi iyi günü, kötü günü var. Hamişe ruz khub va bad dare. Dar ma'naviyat ham be in shekle ruz khub va ruz bad dare. Har ruz bad age khod yani khodam ro az pol paye nemindazam. Be rah edame midam, be zindagim edame midam. Be khatir in che mige, mige ke ruz khub bad muhim nist. To be rah edame bede. Nokte in hame. Be khatir in dar mord zindagimon shikayat nemitunim anjam bedim, shikayat konim. Age vaghiyat ro vaghiyat ro bekhay. در مورد زندگیمون برای اینکه بهتون شکایت کنیم به خدا همینو اینو داده، این سرنوشت رو به من داده، من نمیتونم این کار رو انجام بدم، اینو اون اگه اینو بگید یعنی چیزی نیست برای حرف زدن. برای هر کسی در سرنوشت هر چی باشه میاد، برایش کاری نمیشه کرد. در این مورد اگه شخص به کار تمرکز کنه، در راه میمونه و قدرت این رو پیدا میکنه که در راه بمونه. خدا هم همه چیزش رو حل میکنه، همه چیزش رو. آیا فکر میکنی 20 ساله که راحت کار میکنیم؟ نه، از چی رد شدیم؟ 1001 چیز، از 1001 هم بیشتر، به این شکل. چیزی که مهمه اینجا اینه که به سرت هر چی میخواد بیاد به راه ادامه بده. بعدن چی میشه؟ بعدن همه چیز میفته، همه چیز مابقی میفته. میبینی که بقیه چیزها مثل خیاله، اومد و رفت. کسی هست که در میانتون دیروز رو یادش باشه؟ هفته قبل رو، ماه قبل رو؟ هیچ. یعنی در میان هیچ چیزی نیست. چرا؟ چون که عالم خیال هست، زندگی به این شکل میگذره. پس همیشه تلاش شخص در معنویات، هر چقدر پیشرفت کردم، امروز تلاشم چی بود؟ ما بقی فقط داستانه. وقتی از دنیا خسته شدیم، ببین توصیه های دنیاوی هیچ وقت دیده نشده که برای آدم چیزی بیاره. توصیه های معنوی به آدم چیزهایی میاره. در قرن 21 هستیم، توصیه های دنیاوی به کار نمیاد، به درد نمیخوره به هیچ کسی. توصیه معنوی بدم، به من بگید، به 8 میلیارد آدم هم میتونم بگم، هر کسی یه طرفش رو بشکنه و معنویات کار کنه. این تمیز توصیه، بهترین توصیه اینه. یاپمیانلار، کسایی که انجام نمیدن رو هم میبینیم، آدم هایی که درست حسابی انجام نمیدیم نمیدن رو هم میبینیم، همه رو میبینیم. کاری نمیشه کرد. آدمی یرتش اما هدف آفرینش شخص نت شفافه. مقاله مقالش میگه، میگه که آدم با ریشه اش، یعنی با خدا، ریشه همون که خداست، باید با او هماهنگ بشه. یهوده نمیگن ریشه ما خداست، ریشه خالق، ریشه همون اونه. اگه با او هماهنگ نشیم، همفرم نشیم، زندگی کتک هاشو از اینجا از اونجا یه دونه میزنه، میزنه از طرف. کاری هم نمیشه کرد. به خاطر این زندگی دنیاویمون رو نسبت به شرایط دنیاوی به جا بیارید و ما بقیه چیزها رو نسبت به معنویات در زندگی دنیاویتون هر چی بخواد بشه، مهمترین چیز اینه که در راه پیشرفت کنیم، ادامه بدیم. از راه وقتی دور شدین، البته که دردسر میاد براتون. تا حالا از مدرسه فرار کردی؟ من هم از ابتدایی عادت داشتم که از مدرسه فرار کنم و با فرار کردن دیدم که کتک میخورم هی. و بعدم فهمیدم که باید نباید فرار کنم، چون که تا یه جای معلومی من هم میتونم به کتک ها تحمل کنم. بعدم فهمیدم که این مدرسه را اگه تمام کنیم راحت میشیم. دانشگاه رو تمام کردیم، بعدش راحت شدیم. به این شکل آدم رابطهش با خدا به این شکله. به خاطر این هر چقدر از راه دور بشه، باید به راه بیاره یه جورایی. هممون به این شکل بفهمیم. سوال: رو کردن به خدا چیست؟ طلب کردن از خدا. چطور از خدا میتونم طلب کنم؟ یه چیز رو خیلی میخوام ولی میبینم که نمیتونم انجام بدم.
رو کردن به خدا، یعنی خواستن رابطه برقرار کردن با خدا. بر روی این باید خیلی خوب فکر کنیم، چون که موضوع راحتی نیست. میگه که ریشمون خداست، در حالت استراحته، یعنی در داخل سکونته، تمامیته. در داخل تمامیت بودن، سکونت به این شکل نیست که هیچ کاری انجام نمیدن، مثل آدمایی که نشستن در گوشه ای، یعنی در حالت احسان کردن هستم همیشه، چون در داخل عملی هستم که از تمامیت میاد. بیکار ننشستم، عملم فقط به یک سو هست، فقط به طرف احسان کردن. پس شخص رو کردنش به طرف خدا، رو کردن به اون ویژگیه. او ویژگی رو کردن به ویژگی احسان کردن به عشق. به خاطر این خدا دعا، طلب، کمک وقتی میخوان مثل بابا نویل نیست از آسمان که بر روی شومینه جوراب بذاره و نوت بنویسید براشون. آدمای هست در کنارتون که به این شکل باشن؟ نه، خوبه، نبودنش خوبه. رو کردن به خدا یعنی با پیشرفت کردن در معنویات، هر چقدر میبینم که چقدر ایگویستم و این در درونم از طرفی منو دلم یعنی اذیتم میکنه، یعنی شاید ناراحت نکنه، برای اینکه ناراحتت کنه یکم زمان میبره در کار که عمل بدش رو کشف کنه، ولی اذیتمون میکنه در کار کمی. میبینیم که پیشرفت نمیکنیم در راه و اون وقت شخص چیزهای که نمیتونه انجام بده، برای اینکه بتونه انجام بده به نیروی بالای باید رو کنه، شبیه به بچه هایی که به پدر مادر رو میکنن و کارهایی که نمیتونن از اونا میخواد براشون انجام بده، از پدر مادر میخواد. خدا همچنین نیروی بالاییه که بتونیم به او رو کنیم. اگه به شکل درست رو کنیم، یعنی اگه با خودمون ربط ندیم و رو کنیم بهش، به طوری که به دوستتون گفتم، اون وقت کمک میگیری. پس باید خوب فکر کنی، یعنی وقتی به خدا رو میکنی در فکرم کلمه ها رو اگه به صورت کلمه، یعنی در قلبم نه، بگیم که با مغزت به خدا رو میکنی، اگه یک تمرین روشنگری باشه، کلمه ها رو خیلی باید فکر کنم که چرا این رو باید به این شکل باید بگیرم، به این قدرت چرا نیاز دارم، چرا راضیم به این شکل بگیرم، در چه فکری باید، در چه فرمی باید بگیرم، چی میشه که از خودم جدا کرده باشم که با خودم ربط نداشته باشم بتونم بگیرم. اینو باید شخص فکر کنه در موردش، یعنی چیز به شکل راحت و آسوده نمیتونیم خدا رو کنیم. باید شفاف باشیم، برای چی میخوام و چرا میخوام، دقیقا چرا میخوام و دقیقا چطور میتونم طلب کنم که از من دور باشه، چطور میتونم اونو به زبان بیارم. به این شکل اگه فکر کنید، اون وقت به اعماق هم میرسید. یعنی به عمق رفتن یعنی چی؟ یعنی در هر لحظه نقطه هایی که با خودم ربط میدم رو میبینم، اگه اون نقطه ها رو ببینم، از اون نقطه ها میخوام، با دیدن اون نقطه ها میتونم چیزی بخوام که با خودم ربط نداشته باشه. پس هدف آدم اینجا اینه که فکر کنه که کار رو چطور میتونم خوب انجام بدم، یعنی حساب کتاب خوب لازم اینجا. سوال: هم فرمی با خدا رو به دست آوردن، هم فرمی با خدا، چرا اینجا کلمه فرم نوشته شده و ویژگی ننوشته؟ یعنی ویژگی های اون رو برای اینکه نمیتونیم به دست بیاوریم امکان پذیر نیست. ببین، ویژگی باید عمل باشه اینجا برای ویژگی. ویژگی یک عشق، یک ویژگیه، عملش احسان کردنه، یعنی میده. در اینجا هم فرمی که میگه هم در نیت هم در عمل باید مساوی باشه، یعنی ویژگی احسان عشق و فرمش احسان کردن باید باشه. به خاطر این چیز واقعیه. سوال آخرم انجام بدیم بعدن ببندیم درس رو. امروز یکم زود تموم کنیم درس رو. سوال: در کار معنوی به همراه همسر چطور باید باشه؟ اگه همسرتون کار نمی کنه معنویات رو،
به حضور نمیگید بیا تو هم با من بشین معنویات کار کن، اینو نمیگید. من در معنویات به قلب زور نمیدی، چنین چیزی نیست. اگه کار میکنه به همراه تو با رضایت خودش، اون وقت کار میکنی به همدیگه کمک میکنی. چطور؟ تو مثلا به درس صبحگاهی میای، اگه بیدار نمیشی او تو رو دو تا لگد میزنه از تخت میندازه پایین تو رو که در درس صبحگاهی باشی. اون در معنویات یعنی همسر خوبه. شوخی نمی کنم. کسی که صبح بیدار نمیتونه بشه، اگه بگه که برو به درس، اون چیز خوبیه. اگه معنویات کار میکنه، اگه کار نمیکنه کاری نمیشه کرد. اگه کار نمیکنه از دوستان قدرت بگیر و به او خوب رفتار کن. در نتیجه خانواده، همسر و به صورت مرد باید از خانه نگهداری کنی، احتیاجات و غیره. باید کار کنی و از به خانه‌ات نگاه کنی. اگه با هم کار میکنید، هر کس چطور باید کار کنه از درس ها یاد میگیره. معنویات رو اگه کار میکنه همسرت، باید تو رو یکم حل بده. در زندگی دنیوی هم به این شکله. اگه زن آدم رو حل نده، از آدم چیزی نمیشه. شرایط اینه. دوستان عزیز، یکم درس رو زود تموم کنیم. از خودتون مراقبت کنید، با عشق بمونید. مقاله ها رو تموم کردیم. هفته آینده ادامه میدیم. شب بخیر همگی.